پاشو روی یخ گذاشته، با ساعت تمام داره پیش میره، هیچکی نمیتونه جلوشو بگیره. واو. و الان میخواد گل بزنه. گل. مادر جون میشه بریم خرید؟ چی میخوای بخری عزیزم؟ اینا. اون چی هست؟ یه براق کننده لب صورتی. برق لب صورتی؟ برای اطلاع شما باید بگم که مزه بقلب خیلی هم خوشمزه است و به خاطر چربی که داره لبا رو محافظت میکنه، براق هم نگرم داره. تازه فقط اینو ببین چقدر خوشگله، من میخوام مثل این خوشگل بشم. موفق باشی. آریا اینقدر بدجنس نباش. خب عزیزم تو با برق لب که نمیتونی شبیه اون بشی، ضمناً به نظر من تو خیلی خوشگلی. نه نیستم، تازه با این تیشرت مثل خنگا میشم. من چیزی نمیگم. باران جان نباید در مورد خودت اینجوری حرف بزنی، تو دختر خیلی زیبایی هستی از درون و از بیرون، البته درون آدم ها خیلی مهمتره. آره باران، من شرطی بندم تو زیباترین کلیه های شهر رو داری. کلیه ها؟ اوه نه البته که نه عزیزم، منظورم از درونت شخصیتته، اونی که توی واقعی رو میسازه، نه ظاهر تو. همون جوری که انجیل میگه زیبایی فریبنده است، یک حس پوچه، ولی کسی که دلش با خداست مورد تمجیده. من نمیدونم منظورتون چیه. منظورم اینه که وای آب کتری جوش اومد، الان زود میام. من هنوز فکر میکنم مادر بزرگ در مورد کلیه ها حرف میزد. آی سرجو خواه به جمعه یه ماموریت دیگه. مواظب کلیه هات باش. آواز شادی، پیمان و دوستی، تو سفینه یه پرماجرا با پنگوان ها. سیجل کیوان. سه دو یک پنگوان ها. کاپیتان زینجل گزارش میکنه در تاریخ دو روز گذشته بود، میشه سه‌شنبه، ماموریت انجام شد. با کمال افتخار باید عرض کنم که تیم همراهی من و البته به فرمانده خود من سول رو به سرزمین ولشکان برگردوندیم. از این بعد سکنه سیاره گروه شکمگنده بیمو با گروه پشمالو با هم آشتی کردن و مشکلی ندارند. خب کجا بریم کاپیتان؟ آره ما این دفعه میخوای کجا ببری؟ کنفرانس زیبایی آقای کاپو در منطقه 9. کجا؟ جلسه زیبایی کاپو برای مشتری محبوب خوش میذاره. مثلا یه سری محصولات رو مجانی میفرسته. این مثلا یه ژل خوبیه که به موهات میزنی. دیگه چی داریم اینجا؟ آها اینم لوسیون بدنه که بدنت نرم می‌کنه. دیگه چی داریم اینجا؟ این چی بود؟ آها اینو. آها اینو می‌خوریم برای کارکر معده خیلی خوبه. دیگه چی داریم اینجا؟ کرم آووکادو. کجا؟ آها اینم کرم آووکادوه. من نمیخوام برم اونجا. اینوش باید بری، آقای کاپو خودش ما رو دعوت کرده. میدونی چقدر آدم تو صفن که فقط بتونن این نمونه ها رو بگیرن. میریم ناهیه نو. البته که میریم، تازه من اونجا باید راجب زیبایی و پوشی ظاهری هم صحبت کنم. شما؟ واقعا؟ بله، آقای کاپو تشخیص دادن که بنده استانداردهای لازم و برای معرفی محصولاتشون دارم. میدونی میجل جان دارم به خاطر خودت میگم، اگه گوش نکنی همیشه همینجور عذب میمونی. پسر تو خیلی بچه خوبی هستی، شونهاتم قویه ولی شکمت خیلی داره گنده میشه، باید یه فکر راجوش بکنی. و تو آریا جان شکمت گنده است، شونهات آویزونه، باید یه ذره پرسینه کار کنی. و شما آقای کیوان قار 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 قار. و تو فراموش کن. تو واقعا زیبای خانم خوشگل خوشگلا. چقدر شونت زیباست با اون بینی زیبات، پوستتم صافه. هی کجا گیر کردی؟ هی خانم خوشگل خوشگلا رو ببینید، چشاش بابا قوری شده.
آریا. خب راست میگم، اصلا من نمیدونم تو چطوری بهش خانم خوشگل خوشگلا میگی. اون یه عروسک قدیمیه، حتی صداش هم دیگه خراب شده. من اینا خیلی وقتی که دارمش و همیشه برام یه دوست خوب بوده. هرچی تو بگی. بیا آریا، باید یه دستی به سر روی این سفینه بکشیم. خیلی خوب، اومدم. ای دختر، حالت خوبه؟ آره آره خوبم. میجه، به نظرت تو من خوشگلم؟ چی؟ چی بگم والا دختر جل، من از این چیزا سر در نمیارم. از نظر من خوشگلترین چیز تو این دنیا این سفینه است. با وقار خوشگل. سلام بارم جون، من دارم این دستگاه جدید رو با انگلیز آزمایش میکنم. میخوای کمکم کنی؟ فیچه، به نظرت من خوشگلم؟ خوشگل؟ خب میدونیم، هر کسی خوشگلیه خودشو داره. ای یاد مادرم افتادم. آه، مادرم زیباترین پنگوانی بود که من تو عمرم دیده بودم. آه، اصلا ولش کن، بهتره که بریم سر کارمون. کیوان، بودو بیا اینجا، من به یه پنگوان قوی هیکل نیاز دارم. رقیب نداری تو بدون، نظیر نداری تو بدون، شبیه آقای جورج کلونی، با وقار و مهربونی. من خیلی خوشگل و خوشتیپم، تو چی فکر می‌کنی باران جان؟ البته کاپیتان سیچل، خیلی خوشگلی. آفرین، چشات خیلی خوب می‌بینه. شما فکر می‌کنی من خوشگلم؟ آره، آره. خب من این دستگاه اتومی تنظیم کردم که توانایی انتقال هر چیز رو از محلی به محل دیگه به صورت نامرئی انجام بده. البته هیچ دردی هم نداره ها. آماده این کیوان؟ خب بچه ها، نظرتون راجع به تیپ امروز من؟ آخ، چقدر درد داشت. منظوری از این کار توضیح بده دکتر. وای نه دکتر، اینو با هم عوض شدن. وای ببین چی درست کردم. باحال. بله بله، کاملا همینطوره. بدنهای اونها کاملا با هم عوض شده، حتی مغزهاشون. خیلی جالبه. چی داری میگی دکتر؟ برو عقب ببینم چه بلای سر من آوردی. برو عقب. وای کوکولم. نه 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 نه، درست قبل از گره همای کاپو من باید اونجا صحبت کنم. داشتم روی سخنرانیم کار میکردم. فکر کنم به این میگن یه مشکل بزرگ. گر 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 کیوان، اون کارو با من نکن. وای برم ببینم چه جوری شدم. باره کنار ببینم دوخی. وای نگاه کن، هیچ تراشکاری دیگه نمیتونی درست کنه. وای خدای به من معجزه‌ای بکن، من باید عوض بشم. برای منم همینطور. یا ذره آروم تر کیوان جان، جون مادرت کمتر بخور. واو چه اتفاقاتی که برای شما نمیفته، اما یکی دیگه خیلی نادره. کیک؟ نه اصلاً، کیک رو فراموش کن. سلیمان جان اونها رو بذار اونور. فیجل این دستگاه کی آماده میشه؟ خب زود باش، من باید یک ساعت دیگه تو گره همایی باشم. من فکر نمی کنم تا اون موقع درست شده باشه کاپیتان. پس تو باید کیوان رو بری اونجا، من که نمیتونم اینجوری اونجا برم. نگام با... درسته که بدناتون با هم عوض شده، ولی هنوز خود تویی که اون تویی. تو نمی‌فهمی سلیمان جان، گرد همایی زیبایی کاپو استانداردهای زیبایی مخصوص خودشو داره. به نظر من که استانداردهای پوچیان. آره میدونستم همین میگی. کیوان بهت گفتم کیک اجازه نیست، بیا بریم اونور که باید چند تا شنا بری، باید ورزش کنی. هیدرات و مرطوب کننده. من اصلا نمیدونم اینا با هم فرقاشون چیه. آه نگو که دنبال روی حرفای زیجلی. باور کن باران، اول شخصیت درونیه که حقیقت تو رو میسازه، نه شکل و شمایل تو. من اینو نمیفهمم، داخل خانم خوشگلا فقط پارچه و نخ و صداشم خرابه. به گرد همایی زیبایی گروه متخصصین کاپو خوش آمدی. شعار ما فقط زیباییه، اون هم زیبایی ظاهر. زیادت کرده همایی زیبایی کاپو، متخصصین جذابگر و خوشگل کن دوره هم جمع میشن. چهار تا محصول جدید هم دارن که داداش چی میتونه قیافه هر موجودی رو عوض کنه، چهار تا تغییر اساسی توش به وجود بیاره. داداش
چقدر دوست داشتم، منم اونجا بودم. ولی رئیسو همین جوری هم خیلی خوشگل تو دلبرو هستی ها. تو ساکت باش، شاید از لحاظ ظاهری من یه موجود زیبا و جذاب و باوقار تو دلبرو باش، ولی من در درون چی یه موجود بسیار خبیث و خطرناک هستم. ولی قربان تو همین جوری هم تو دلبروی. ولی من خودم اینجوری دوست ندارم و امروز همه چیز عوض میشه. بعد گرد همایی آقای کاپو میخواد نمونه یه سی کاره جدیدشو به شرکت کننده ها به صورت مجانی بده و من باید همه اونا رو داشته باشم. اما کدوی فسوله شده به چه درد میخوره؟ من باید همه چیز توضیح بدم؟ بله. خیلی خوب، اگه تمام اون محصولات زیبایی چی به من برسه، به من که بزرگترین تبهکار چی کهکشان هستم، من به زیباترین تبهکار کهکشانم تبدیل میشم. یک ترکیبی از زیبایی ظاهری و بندسی درونی. بیا این سخنرانی کاپیتان زیجله، کلمه به کلمه از روش بخون. درود بر شما مهمانان عزیز، به جشن و گرد و همایی گروه متخصصین ورزیده کاپو خوش آمدید. و من حالا مفتخرم که امشب مهمان مخصوصی رو به شماها معرفی کنم، پنگوانی که به عنوان جذابترین پنگوان این کهکشان شناخته شده، کاپیتان زیجل. ای وای بدبخ شدم، گن نزنه. نگران نباش کاپیتان، کیوانه. دقیقاً دکتر، اون دستگاه گیریز پس کی آماده است؟ درست میشه، صبر کنید کاپیتان. صبر فرمودن، من باید ورزش کنم. آقای کاپیتان زیجل قشنگه، به زودی تمام محصولات زیبایی آقای کاپو مال من خواهد شد و با یه حرکت نه تنها کرم ها بلکه بزرگترین دشمنم که تو هستیم به چنگ میارم. سلام عزیزم، میخوای که محصولات جدید کاپو رو امتحان کنی؟ تو میخوای خوشگل بشی مگه نه؟ بله میخوام، حتما. خب پس بیا جلو ببینم ات عزیزم. وای موهاتو ببین، اونا خیلی زیاد. چی میگن؟ زشت. آه پس پفش کجاست؟ تو باید موهاتو پف بدی عزیزم. مو که مو نیست اگه پف نداشته باشه، ولی قبلش باید اون عروسک زشتو کنار بذاری باشی؟ البته، همونی که شما میگید. این مربوط به اون زمانها میشه که من اصلا پول نداشتم، اصلا یادم نمیره. من نه نه، نه جوراب، نه جوراب، نه. هی او میخواد بازی پرتاب سکه با شکمو بکنه. آره من این بازی رو دوست دارم. چی؟ چی؟ چی کار میخواد بکنه؟ عالی بود، ولی همیشه با شکم کیوان بیشتر پرتاب میشه. خیلی جالب بود، من از کیوانم بهترم. آره کاپیتان، خیلی خیلی متشکرم، اون خیلی مهیج بود. و اما حالا زمانی فرا رسیده که شما تک تک منتظرش بود. معرفی محصول جدید ما آفوکادو و یک دونه برای همه. من زمینی گذاشته بودم، برید کنار. من نمیدونم منتظر چی هستم. نمونه های مجانی من، مکشه یه مغناطیسی رو روشن کنی. چی شده؟ چی شده؟ بکنن دوربین مخفیه، نترسی. اوه نه، من دارم میخوام عزیزم، این نیرو میتونه پوست منو خراب کنه. اون کاوی دوسته میجل افسر ارشد من، دنبالش کنه بگیرش.
کلیده کپیتان، کلیده رو بنداز. وای نه، اونا تو جیبمه، یعنی تو جیب کیوانه، یعنی تو جیب خودمه، تو لباس کیوانه. کلید نیست؟ اونها، اونجا. آتیه داشتی چنگ خودمی کاپیتان قشنگه، همون جوری که نمونه ها رو کاپیدم تو هم پلو خودمی، الان داشت به چنگ تا بردم، هیچکی جلو منو نمیتونه بگیره. شنیدی داشت؟ گفتم من الان زیباترین توکار کل کهکشانم. هی میتونمی منو؟ خیلی بیادبی، اصلا درست نیست که یکی داره با ترفیل دانویش بی توجه کنی، گوش نکنی. تو نمیتونی یکم با من حرف بزنی، مکالمه بکنی؟ سلام. چی؟ دوباره بگو. دیگه نمیتونی پرواز کنی، کاپیتان کلیده رو تجیب کیوان یلی تجیب خودش جا گذاشته. ببینم چی کار میتونم بکنم تا این سفینه رو بلندش کنم. تنها امیدمون تویی؟ باشه، من سعی خودم رو میکنم. جناب کاپو، کاپیتوس داره فرار میکنه، باید یه کاری انجام بدیم. آره، منم میدونم. بذار همه اونا رو به خودش ببره. ولی اون کاپیتان زیجلم دزدیده. منظورم کیوانه. وای، واقعا؟ اونم بذار ببره خب. ولی آقای کاپو، میبینم که شما محصولات ما رو استفاده کردید. اگه اونو سه بار در هفته امتحان کنید، مطمئن باشید که نتیجه بهتری میگیرید. آقای کاپو، کاپیتوس داره فرار میکنه، ما باید جلوشو بگیریم. واقعا؟ چرا؟ چون خوبی باید به بعدی پیروز بشه، فهمیدی؟ راستش نه، اصلا مهم نیست، زیبا بودن از خوب بودن خیلی مهمتره. چی؟ این ظاهر هر کسی که مهمه عزیزم، موافق نیستی؟ نه، به هیچ وجه، خوشگلی اصلا مهم نیست وقتی کار درست انجام ندیم. آهای به من گوش بدید، ساکت. آهای آخه بهتر شد. این عروسک رو میبینید؟ اینو وقتی که 2 سالم بود مادر بزرگم به هم هدیه داد. اون همیشه بهترین دوستم بوده. وای دختر بیچاره، واقعا عروسک زشتیه، بگردی دوست دیگه پیدا کن. شاید اون عروسک خوشگلی نباشه، ولی باور کنی زیبای اون به ظاهرش نی، بلکه به خاطر حسی که به من میده. من تو رو دوست دارم، تو بهترین دوست منی. هی شنیدی؟ اون دوباره حرف میزنه. زیبایی آدم از درونش میاد، با انجام دادن کارهای خوبه که یه نفر زیبا میشه. بدون اون زیبایی ظاهری فایده نداره، مگه نه دوستان؟ آره این بدم نمیه. بس کن میگه کاپون. نه اینقدر زود باور نباشی، زیبایی بالاخره به یه دردی میخوره. باره گم کن من محصوم ادمان نبیه. اوه خیلی جالب بود کاپیتان، تو خیلی خوشگلی. نه همینطوره. خدای من، فکر میکنم که تو درست میگی عزیزم، من شرمنده رفتارم هستم، میتونم کاری برات انجام بدم؟ بله میتونم برای چند دقیقه اون عکس کاپیتان رو قرض بگیرم؟ بله البته. ای بابا دادت چه، من تو اون حرف بزنی و بگی تو تبکاری، تو نمیتونی از جنگ قانون فرار کنی، تو بگی زشتی پلیدی یا چی بگی، مثلا بگی موجود خنگ بازنده. حالا خیلی به خود فچار نهره دادت، تو چجوری حرف زدی، لبا تکون نخور. چون که من کاپیتان زیجل هستم و اون کاپیتان زیجل نیست. توی؟ پس این چیه؟ اون؟ اون یک بدله، همه آدمای معروف بدل دارن، منم یه بدل دارم، مدل پنگوانی. خیلی عجیبه. چی؟ ولی لبا هنوز تکون نمیخوره داداش. آره من این کار رو همیشه انجام میدم، کار سختیه مگه نه؟ آره خیلی. بدل؟ یه بدل؟
این بدل چه این همه کشیدیم شوردیم این بالا، حالا میگی بدله؟ یعنی چی هستم؟ یعنی با این بدل سرتو کلا گذاشتم. آره همینطوره، تو نمیتونی با من اینجوری برخورد بکنی. داداش بدل مدل بی بدل، بیا برو بغل. داداش واسه دی نگاه میکنی، جمع کنی رو میخوام این آره داداش. وای خدمت حضار رو عرض کنم که خیلی خوشحالم به بدن خودم برگشتم. کیوان اون بازی شیکم و پرده به سکه خیلی کار باحالیه. افتخار بازی سکه با شکم. افتخار بازی سکه با شکم. و به افتخار خانم خوشگلاش که خیلی چیزا یادم داد، همونی که مادر جون بهمون گفت. روی زیبا فریبنده است و سطحی. چه مادر بزرگ عاقلی. خیلی هم خوشگله، هم ظاهرش هم درونش. اون به ما یاد داد کارهای خوب خیلی از زیبا بودن بهتره. خوب گوش کن باران، زیبایی تا ابد پایدار نیست. چیزهایی مثل مهربونی، محبت و درستی تا ابد پایدارن و اینجور چیزها رو فقط میتونی در درونت بسازی. من تو رو دوست دارم، تو بهترین دوست منی. منو ببخش به خاطر توهینی که بهت کردم. خانم خوشگل خوشگلا خیلی هم بد نیست، یعنی عروسک باحالیه. مرسی آریا، هر کسی خوشگلیه خودش رو داره، مگه نه فیجل؟ کاملا درسته. بذار یه چیزی رو واقعا بهتون بگم، من دیگه محصولات کاپور استفاده نمی کنم، داستانشون برای من تموم شد. واقعا کاپیتان؟ به خاطر اینکه خودشونو با مسائل خیلی ظاهری مشغول کردن. نه بابا، من با آووکادو حساسیت دارم. زلیمان این سوسو با چی درست کردی؟ شکرت به خاطر یه روز خیلی خوب دیگه و به خاطر درسای جدید. من حالا فهمیدم زیبایی به درون آدم هاست. کمکم کن همیشه یادم بمونه، حتی وقتی محو تلویزیون یا مجله میشم. آمین. بگردم بلند نشده، دماغم هم اینجوری مونده، اصلا سیکس بگم ندارم، این دروغه. هر بابمون دیگه باید دوش بگیره دیگه، خیلی کثیف شده. گوگو من دوشیدم، مقابل من نزدیک نشید. نه